یکی از مقامات پیشین وزارت دفاع یونان که به علت دریافت رشوه های سنگین در روز 27 آذر ماه گذشته دستگیر شده بود، 10 میلیون دلار از این پول را به خزانه دولت مطبوع خود بازگرداند. آنتونیس کانتاس که در فاصله سالهای 1997 تا 2004 میلادی مدیر کل تسلیحات وزارت دفاع یونان بود، متهم است که ده سال پیش در ازای قراردادهای خرید اسلحه بیشتر از 16 میلیون دلار رشوه از شرکت‌های خارجی دریافت کرده است. چندین شرکت اروپایی از جمله شرکت KMW آلمان، شرکت ساب سوئد و شرکت داسو فرانسه و نیز چند نفر دیگر از مقامات سابق یونانی در این رسوایی مالی دخیل بودند. وکلای آقای کانتاس میگویند بقیه پولهایی که این مقام اسبق یونانی به عنوان رشوه دریافت کرده نیز به زودی به خزانه دولت این کشور بازگردانده خواهد شد کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل بحران مالی موجود در یونان را خریدهای تسلیحاتی سنگین توسط این کشور میدانند